ممنونم از اینکه این ویدیو رو انتخاب کردی اگر تا الان به ویدیوهای کانال من گوش کردی و دوست داشتی ولی هنوز سابسکرایب نکردی ازت خواهش میکنم که این کار رو بکنی چون به من خیلی دلگرمی میده لایک و کامنت شما هم به من کمک میکنه تا یوتیوب پیشنهاد بده ویدیوهای من رو به کسان دیگه اگر هم تازه به کانال پیوستی که آرزو میکنم که دوست داشته باشی و بمونی داستان کوتاه آدم شوخ اثر عزیز نسین زندگی تلخ است آقایان زندگی راهی پر از خار است زندگی سه تا دفتر دارم این دفترها رو با جمله های درباره زندگی پر کردم تا حالا شانزده هزار و خورده جمله شده زندگی این است زندگی آن است زندگی این طور است زندگی آن طور است زندگی نوعی استراب است زندگی صخره بلند و صعب العبور است زندگی آب روان است زندگی به صحنه نمایش میماند. آخر آخرین دفترم هم درباره زندگی نوشتم زندگی چیست؟ بله. اینطوری است دیگر زندگی تلخ است آقایان. بگذارید تعریف کنم. آن وقت شما خودتان بگویید زندگی تلخ است یا نه. بیکار و بیار میگشتم. نه به این دلیل که ارث و میراث این به هم رسیده بود. نه. چون کار پیدا نمی کردم. دو روز بود چیزی نخورده بودم. جز آب. توی پارک نشسته بودم داشتم درباره ماهیت زندگی فکر می کردم. مردی کنارم نشسته بود. همین که روزنامهش را رو خواند و خواست تایش کند و در جیبش بگذارد گفتم می دین یه نگاهی بهش بندازم. روزنامه رو به طرفم دراز کرد. فوری رفتم سراغ آگهی های استخدام. یکی از آگهی رو که خوندم نور امیدی انگار در دلم روشن شد. کارگر زن و مرد در هر سن و سالی می خواستند. روزنامه رو به صاحبش برگردوندم. نبایست وقت رو تلف می کردم. آخرین نیرویم رو جمع کردم و دوان دوان به جایی رفتم که نشانیش را در آگهی نوشته بودند. در مرکز مهم تجاری شهر، در طبقه پنجم ساختمانی بزرگ. از ترس آن که اذیتم کنند و سر به سرم بگذارند، سوار آسانسورم نشدم. به طبقه پنجم که رسیدم، از خستگی روی آخرین پله پلکان نشستم. واحد شماره 18 روبرویم بود. همون واحدی که قرار بود در آنجا بهم کار بدهند. کلی آدم میرفتند تو و می آمدن بیرون. آنهایی که میرفتند تو امیدوار بودند. اونهایی که بیرون می آمدن عصبانی و اخم کرده. برای آنکه جلوی کارفرماهای آینده سر حال به نظر بیایم، کلی استراحت کردم. بعد از در واحد شماره 18 داخل شدم. به اولین نفری که بهش برخوردم گفتم یا یه استخدام توی روزنامه دیدم واسه همین مرد که به آبدارچی ها میمانست با دست به جای اشاره کرد و گفت برو تو منتظر باش توی سالن صندلیا و مبلا پر بود شش زن و هشت مرد نشسته بودند پنج نفرم سر پا ایستاده بودند از بیچاره مثل خودم پرسیدم یعنی yani, کارشون چیه شما میدونی گفت نمیدونم به نوبت میفرستن تو یکی میبینی ده دقیقه اون تو میمونه یکی نیم ساعت بعد با داد و فریاد میان بیرون حرفش نیمه کاره موند در یکی از سالن انتظار به اون یکی اتاق راه داشت یک دفعه باز شد مرد چاقی که صورتش مثل لبو قرمز شده بود خیس عرق داد و فریاد زنان بیرون اومد. بی همه چیزا بی در مادرا ها. همونطور داد و فریاد کنان رفت گفتم از من استخدامش نکردن واسه همین عصبانی شده مرد بغل هم گفت فکر کنم اینهاش خودت که دیدی هر کی میاد بیرون همینجوری که دیدی داد میزنه فریاد میزنه آبدارچی گفت نوبت کیه زن جوان خوشبوش و آرایش کرده ای گفت نوبت منه بعد با ناز و ادا رفت داخل اتاق از یکی که مثل خودم منتظر نشسته بود پرسیدم یعنی اون تو چیکار میکنه گفت بگمونم امتحان میگیرن توی ذهنم شروع کردم به مرور مطالبی که توی مدرسه یاد گرفته بودم با خودم گفتم چون اینجا دفتر تجاری است لا بود امتحان ریاضی میگیرند جدول ضرب رو یک بار توی دلم از اول تا آخر گفتم بعد همونطور که داشتم نحوه محاسبه بهره و تخفیف رو توی ذهنم مرور میکردم یک دفعه از داخل اتاق صدای جیغ زنانه اومد در چهارتاق باز شد و زن که صورتش سرخ شده بود بیرون پرید داد میزد کسافتا آشخالا او هم داد و فریاد کنان رفت از در که باز مانده بود صدای قهقه کلفت جمعی مردانه بیرون میآمد گفتم یعنی با زنه کاری کردن بغل گفت گمون نکنم اگه کاری کرده بودن داد نمی زد. شاید سوال سختی پرسیدن. جوانی که کمی آن طرفتر نشسته بود گفت بله حتما واسه زنه سخت بوده. بقل گفت چی میگی پسر جان؟ مردا هم داد میزنن. آبدارچی پرسید نوبت کیه؟ همون جوان که در مورد آن زن بیچاره گفته بود حتما واسه زن سخت بوده داخل اتاق شد. من تازه شروع کرده بودم به مرور نحوه محاسبه بهره دوبل توی ذهنم که یک دفعه جوانی که تازه رفته بود داخل اتاق داد و فریاد کنان بیرون پرید این چه کاریه بعد همانطور که فریاد میزد خودش را به طرف راه پرت کرد و گفت این جوان حتی به اندازه اون زنه هم طاقت نیاورد چهار نفر بعد از من آمده بودند و داخل صفحه انتظار شده بودند آدمهای دیگری هم مرتب وارد میشدند کسی که نوبتش میشد و داخل میرفت پنج شش دقیقه بعد خیس عرق با صورتی قرمز مثل لبو داد و فریاد کنان و بد و بیراه گویان بیرون میآمد یقه آبدارچی رو که تا کسی را که نوبتش شده بود به داخل میفرستاد خودش قیبش میزد گرفتم پرسیدم اون تو چه بلایی سر آدم میارن؟ گفت آزمایش میکنن خندید و رفت پیرزن و پیرمرد هم مثل بقیه طوری که انگار بخواهند جانشان را نجات بدهند بیرون پریدند داد و فریاد کنان می رفتند. هر بار که یکی از اتاق بیرون می آمد، از لای در صدای قهقه خنده آدم های داخل اتاق می آمد. وقتی میدیدم همه اینطور داد و فریاد کنان از اتاق بیرون می آیند و می روند. از یک طرف خوشحال می شدم و با خودم می گفتم پس اینها را استخدام نکردند و احتمال اینکه استخدام شوم بیشتر می شود. از طرف دیگر می ترسیدم و با خودم می گفتم آن تو چه آزمایشی می کنند که همه آدمها بد و بیراه گویان بیرون می آیند. ترس داشت وجودم رو میگرفت. اگه دو شب گرسنه نخوابیده بودم هم کار را هم آزمایش را هم امتحان رو ول می کردم و میرفتم. اما ترسان و لرزان با امید استخدام شدن منتظر موندم. پیرمردی که پیش از من به داخل اتاق رفته بود با صورتی به رنگ گچ دیوار از اتاق بیرون آمد. نایی برایش نمانده بود که مثل بقیه داد و فریاد را بیاندازد. پرسیدم اما جان اون تو چیکار میکنن؟ گفت نگو نپرس برو با چشمای خودت ببین. آبدارچی پرسید نوبت کیه؟ صدایم رو در نیاوردم کسی که نوبتش بعد از من بود گفت نوبت شماست گفتم شما بفرمایید من عجله ندارم گفت نه مگه میشه من هیچ وقت نوبت کسی دیگر رو نمیگیرم نامرد نالوتی اگه توی اتوبوسی ترامبایی مترویی بودیم چنان با آرنج هلم میداد و نوبتم میگرفت که بیا و ببین حالا واسه ما شده بود نوبت شناس خواهش میکنم بفرمایید نه به خدا نمیشه اول شما بفرمایی آبدارچی از پشت هلم داد داخل اتاق و در رو از پشت بست بیش خودم دعا میکردم خدایا خداوندا التماست میکنم منو شرمنده نکن خودت بهم به قوت عطا بفرما کاری کن از این آزمایشه امتحانه هرچی که هست سربلند و روسفید بیرون بیام بعد از این همه بیکاری صاحب شغل و درآمد بشم تو که رفتم نمیدونم از گرسنگی بود یا از ترس چشمهام سیاهی میرفت داخل اتاق دفترکار بزرگ و شیک و مبلعی بود. نتوانستم درست بشمرم اما فکر کنم حدود ده نفر آنجا بودند. هنوز داشتند پشت سر کسی که پیش از من بیرون رفته بود قهقه زنان میخندیدند و اشک چشمشان را که از فرد خنده سر و زیر شده بود پاک میکردند. چون همگی آدم های چاق و شکمدار و گردن کلوفت بودند خندیدن بهشان میامد. رفتم جلوی میزی که رویش شیشه بود و پشتش مرد شیک نشسته بود اولین سوالی که آن مرد از من کرد این بود از شوخی خوشتون میاد؟ یعنی باید چه جوابی میدادم تا طرف خوشش میامد و استخدامم میکرد؟ آدم های تو اتاق را یکی یکی نگاه کردم هیچ کدام مثل من نبودند همگی خوشبوش و چاق و چله بودند لبهاشان به سیب قرمز میمانست گل انداخته بود به خودم گفتم همچه آدم های حتما از شوخی خوششان میآید. لبخندی زورکی زدم و گفتم البته که از شوخی خوشم میاد قربان من شوخی رو خیلی دوست دارم مگه آدمی پیدا میشه که از شوخی خوشش نیاد گفت حالا که از شوخی خیلی خوشت میاد بشین روی این مبل گفتم سرپا وای میستم قربان نه نمیشه حالا که شوخی دوست داری باید بشینی بین شوخی و نشستن ارتباطی پیدا نکردم اما برای اون که نشان بدم حرفشان را گوش کردم روی مبل نشستم و گفتم تشکر میکنم نه 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 روی اون مبل نه روی این یکی بشین روی مبلی نشستم که با انگشت اشاره نشانش میداد گفت همه اینهایی که اینجا میبینی خلاصه همه گیمون عاشق شوخی هستیم خیلی خوبه قرمان بنده هم دلم برای شوخی ضعف میره مرد شروع کرد از این در در حرف زدن هر از گاهی به سوالهایی که از من میکرد جوابای کوتاه و معدبانه میدادم اما انگار داشت اتفاقایی برایم میافتاد خیلی ببخشید معذرت میخوام گلاب به رویتان نشیمنگاه همچنان چنان گرم شده بود که نگو گرما رفته رفته بیشتر هم میشد دیگر نمیشد اسمش را گذاشت گرما رسما علو گرفته بودم انگار تخم آفتابگردان بودم و روی تابه داغ داشتن بویم میدادن کل عجب یعنی مریض شده بودم تا آنجا که میدانم تب از سر شروع میشود نه از ته به چپ و راست پیچ میخوردم اما فایده نداشت من که پیچ و تاب میخوردم آنها هم به هم نگاه میکردند و میخندیدند با خودم گفتم خب خودشان گفته بودند اهل شوخی و خندند من هم لابد اداهای خندهدار در میآورم تنم میسوخت اما سعی میکردم مثل اونها بخندم زیرم چنان داغ شده بود که گفتم الان است که آتیش بگیرم مرد پشت میز گفت چی شده ناراحتی دارین اگر بگویم مریضم شاید استخدامم نکنند برای همین گفتم نه خیر سالم و سرحالم مثل شیر پس چرا اونطوری پیچ و تاب میخورین؟ داشتن دست خنده روده بر برای اینکه بهانه ای پیدا کنم گفتم خیلی ببخشین بنده بواسیر دارم اگه اجازه میفرمایین سرپا وایسم نمیتونم بشینم کم مونده بود از خنده روی زمین ولو شوند عرق از چهار ستون بدنم سر و زیر بود عرق پیشانیم رو پاک کردم و بلند شدم میخواستم سرشان داد بزنم برای چه هر هر میخندین؟ اما خودشان گفته بودند اهل شوخی آن وقت ممکن بود استخدامم نکنند. مرد پشت میز دکمه زنگ را فشار داد. آبدارچی آمد. و آبدارچی گفت یه چایی باسه آقا بیار. این حرفش خوشحالم کرد. بس من رو پس مرا پسندیده بودند. شکمم از گرسنگی قار و میکرد. اگه چای داغ میخوردم هم رو میخواباند. آبدارچی چای آورد. من سر سرپای ایستاده بودم. استکان را از توی سینی برداشتم و همین که دو حب قند توی آن انداختم چای پف کرد و شروع کرد به کف کردن کفی بود که از استکان به هوا می رفت مانده بودم که چه خبر شده و چه اتفاقی افتاده استکان رو پرت کردم روی زمین تمام سر و لباسم شده بود چای کفالود چای داغ دستم رو سوزنده بود خلاصه گاف داده بودم آدمای توی اتاق دیگر از فرت خنده داشتن روی زمین ولو می شدند راستش خندهدار هم شده بودم یکیشان قهقه زنان گفت این در روبرو رو باز کن یه پرونده رو میزه اونو برش دار بیار دری رو که نشان داده بود باز کردم خبری از پرونده نبود همه جا رو گشتم نبود که نبود خدا اگر بگویم پرونده نیست بهم نمیگویند بی ترسان و لرزان گفتم پرونده نیست قربان مرد که هنوز در حال خنده بود گفت بیا انگار اینجاست داشتم می که یک دفعه گفت ای بابا در رو که واز گذاشتی زود ببندش در رو بستم این بار یکی دیگرشان شروع کرد بپرسیدن پرسیدن اما نمیتوانستم به سوالهایش جواب بدم به عدسه افتاده بودم همه یه بدبختی ها پشت سر هم ردیف شده بودند و یکی یکی سرم می آمدند. اسمتون چیه؟ اسمم چ... ا... احمد چ... آدم های توی اتاق از خنده روده بر شده بودند. نمیدانم این بلاها چه بود سرم میآمد بعد از چهل سال و بوغی یک کارگیرم آمده بود آن وقت یا نشیمنگا هم داغ می کرد یا چای را می ریختم یا عدسه امانم را می چند سال دارید؟ چه. چهل و یک چه. از خنده روی زمین ولو شده بودند یکیشان گفت اون روبرو دستشویی هست برو یه آب به صورتت بزن صورتم رو که شستم کمی حالم سر جایش آمد عدسه هم بند آمد اما این بار چشمایم شروع کرد به تر شدن. خیس شدن چشم نبود رسما گریه می کردم باورم نمی شد تا هم موقع همچو چیزی سرم نیومده بود با خودم گفتم نکن از گرسنگیه شاید نمیدونم که بدجوری جوری مسخره و خاص شده بودم آدم ناقصی رو که یا عدسه می کند یا شیون برای چه استخدام کند برای چی گریه می کنی؟ من؟ نمیدونم مادر خدا بیامرزم چنان میخندیدن چنان میخندیدن علکی نمیگویم چنان شیوه و زاری راه انداخته بودم که آن سرش ناپیدا یکیشان یک شیشه اوتکلون از کمد در آورد گفت بیاین بیاین اینو بو کنین حالتون سرجش میاد شیشه رو گرفتم جلوی دماغم و نفس عمیق کشیدم به نظرم اوتکلون آرامبخش بود گریم بند اومد این بار به سکسکه افتادم با خودم گفتم لابد میگویند طرف دیوانه است یا گریه میکند یا عدسه یا سکسکه پس چرا منتظرند و بیرونم نمیکنند قبلا چه کاره بودین؟ اول اولش نقاشی داد زدند خوبه بس کافیه ساکت شو یکیشان گفت لطفا در این کمد رو باز کنین همین که در کمد رو باز کردم انگار توپ در کردن از ترس روی زمین خوابیدم دیگر بدتر از این نمیشد لابد استخدام بی استخدام عیبی ندارد از خنده میکشمشان یکیشان که از بقیه درشتتر بود گرد روی میز را فوت کرد کمی بعد قهقه زنان پرسید چرا خودتون رو میخارونین والا دیروز همون بودم تمیزم نمیدونم چرا تنم خارش گرفته کک نبود چون کک یه جای آدم رو میزند من همه جایم هم میخارید مسنترینشان پرسید میزان تحصیلاتتون چقدره دانشکده ادبیات رو تموم کردم گوشش رو آورد نزدیک دهانم گفت بلند بگین گوشم سنگینه توی گوشش سمعک بود همونطور که خودم رو خارت و خارت میخاروندم توی گوشش داد زدم دانشکده ادبیات ها دهنم رو به سمعک چسباندم و همین که گفتم ادبیات چیزی مثل آب از سوراخ روی سمعک پاشید روی صورتم مانده بودم که چه اتفاقی افتاده روی زمین ولو شدم با خودم گفتم اینجا دفتر کار نیست خانه جن و پریست گرسنگی هم از طرف دیگر فشار می آورد و چشمایم سیاهی می رفت. فقط من روی زمین ولو نشده بودم. آنها هم از خنده روی زمین ولو شده بودند. مدتی روی زمین قهقه زدند و بعد مثل قشی ها روی زمین دست و پا زدند. بعد کم کم به خودشان آمدند. پا شدند. دیگر نمی خندیدند. همگی به تاجرهای جدی تبدیل شده بودند. دیگر شوخی موقی در میان نبود. یکیشان گفت آفرین. خیلی خوب مقاومت کردی. تا الان شاید چهل نفر اومده اما هیچ کدوم نتونستن تا آخرش مقاومت کنن. حتی بعضیاشون توی اولین آزمایش فرار کردن. متوجه نشدم قربان در برابر چی مقاومت کردم؟ تو آمریکا یه کارخونه تولید لوازم شوخی هست. به ما پیشنهاد همکاری داده. چند تا لوازم شوخی هم فرستاده. خب بعضی از اینا ممکنه سنگین باشه، خطرناک باشه. برای همین گفتیم قبلا یه آزمایش بکنیم. بعد شروع کردن به صحبت با یکدیگر میگن تو آمریکا ده هزار تا مغازه هست که این وسایل رو میفروشه بله بله سالی بیشتر از 20 میلیون دلار سود میکنن فکر کنم اینجا هم فروش خوب باشه آزمایش هم نشون داد که هیچکدوم خطرناک نیستن کارخونه پنجاه نو جنس واسه فروش پیشنهاد داده بقیه شون هم بگیم بفرستن تو این کار سود هست چون مردم ما از آمریکاییها شوخترن و شوخی رو بیشتر دوست دارن یکیشان که از همه چاختر و مسنتر بود به یکی که حدس میزنم منشی شرکت بود رو کرد و گفت یادداشت کن ۲ عدد صفحه داغ کنندهٔ مخصوص روی صندلی ۱۰زا۰ گرد خارش آور 500 صندوق اتکولون سکسک آور پنزار دو جین سمعک آب پاش ۲۰زار شیشه آب عشق آور 5 تن آبنبات دیوانه کننده ۳۰زا۰ کپسول منفجر شونده همش را بنویس فوری بفرستن چون ازم تعریف کرده بودند لابد استخدامم میکردند اما راستش نفهمیده بودم کارم چیست گرم صحبت با یکدیگر شده بودند و را فراموش کرده بودند به یکیشان که بیشتر از بقیه سر به سرم گذاشته بود گفتم آقا ببخشید واسه کار قبول شدم گفت ها آخ ببین فراموشت کرده بودم آره بین داوطلبات تو از همه مقاومتر بودی تو رو استخدام میکنیم به منشیش رو کرد و گفت به حسابداری بگو به صندوق بگن دو و نیم لیره به این آقا بدن بعد رو کرد به من و گفت قرار شرکتمون هر ماه از آمریکا انواع دیگه این وسایل شوخی رو بیاره تو سوم هر ماه بیا اینجا وسایل شوخی جدید و رو روت آزمایش میکنیم بعد میری از صندوق دو و نیم لیره تو میگیری سوم هر ماه یادت نره خندیدم او هم خندید گفتم خیلی آدم شوخی هستین منم شوخی رو خیلی دوست دارم خندیدم او هم میخندید. با آنکه گرسنه بودم و دلم ضعف میرفت همه نیرویم رو جمع کردم و یک مشت محکم خوابوندم توی دماغ یارو. عقب عقب رفت. نشست روی زمین. از دماغش خون فواره میزد. بقیهشان از تعجب خشکشان زده بود. گفتم یه شوخی کوچیک باهاتون کردم. آخه این چه شوخیه؟ به این میگن شوخی خرکی. خب چیکار کنم؟ ما فقیریم. با ماهی دو نیم لیره درآمد که نمیتونیم از اون وسایل شوخی وارداتیتون بخریم واسه خاطر شما نباست شوخی هم بکنیم شوخی بی وسایلم اینجوری میشه دیگه در رو محکم به هم زدم بیرون آمدم فوری به خانه برگشتم و در آخرین صفحه دفترم که پر از فلسفه زندگی بود این جمله رو نوشتم زندگی شوخی تلخی